هفته خبر تو خبر خبر داره براتون، از مم جواد زخیم که به استبل ولایت رفت تا از دستاوردهای دولت شیخ بری دفاع کنه، اما دلواپسا ریختن سرشو، شلم شوربایی شد که بیا و تماشا کن. ولی شهید سلیمانی و بنده هر هفته با هم جلسه داشتیم، هر هفته با هم هماهنگ کردیم، در صحبت‌های منطقه‌ای هر چه ما کردیم با هماهنگی یکدیگر بود. اونایی که شهید سلیمانی رو می‌شناسن، اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با سید حسن نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود. بنده عرض کردم اونها میدانن، من بیجا میکنم بگم شما نمیفهمید. شما به من ذلیل گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری شجاع گفته بود، به من دروغگو گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری صادق گفته بود. وقتی مام جواد ظریف رفت مجلس، اولش نیشش باز بود و میخواست خوشو بش کنه، اما کار به اینجاها کشید. الکس آلن او شیخ بریم طبق معمول مشغول دروغ درمانیه و به جایی که بگه خودش چه غلطی کرده، مدام برای مردم نسخه میپیچه. فاصله از همدیگر این اولین اصله. مراقب این باشیم اگر یه جایی جمعیت یکم متراکم میشه و مخصوصا سرپوشیده است دیگه، از ماسک حتما استفاده بکنیم در اون شرایط. به طور مداوم هم دستمونه بشوریم. اینه دیگه، این چیز خیلی پیچیدگی نداره اصلا. اما از مردم خواهش میکنم درست کردن ماسک در خونه بسیار ساده و آسونه، یعنی همه میتونن تو خونه یه ماسک درست کنن. از اون طرف جک و جونورای عظما هم به دست و پا افتادن تا شیخ فری رو کله کنن. ببینید رئیس جمهور نظامشون رو چطوری توصیف میکنن. تمام اون خصلت‌های ننگین و کثیفی را که خلفای اموی و عباسی داشتن درش جمعه. اولین مسئله اینه که بی صداقته، دروغ میگه و مردم راستی و درستی حرف نمیزنه. پایه زندگیش بر اساس دروغه، چه زندگی شخصی چه زندگی سیاسی اجتماعی است. دکتراش تقلبیه، درس حوزه‌ایش تقلبیه، عنوانش تقلبیه، بی صداقتیه، از مردم بیگانه است، از مردم متنفره. اینم یکی از دزدای مجلس ولایته که فعلا تو راهروی ورودی گیر کرده و اینجوری برای دزدای رقیب خط و نشون میکشه. نه بعد همینو نماینده هم میان از من سوال میکنن آقا راست شما پرونده دارید مثلا؟ نه من نه پرونده دارم، پرونده هم داشته باشم تبم نیست که برم دنبال خراب کردن کسی، وگرنه این روزا هر کسی یه چیزی داره. من این جمله گفتم الان یه دوستی بهم گفت، گفتم شاید من شیشه کثیف باشم ولی شما دستمالتون تمیز نیست که بخواید شیشه منو تمیز کنید، حواستون باشه. خلاصه اینکه هر کس توی این نظام به فکر بخور بخور خودشه. این زاکانی هم که تا دیروز همه جا خودش رو ضد فساد نشون میداد و فیگور افشاگری علیه مفسدین رو میگرفت، حالا توی جلسه دانشجویی خودش گیر افتاده و اینجوری مشتش باز شد. خانم برنامه دختر شما مریم زاکانی عضو نائب رئیس هیئت مدیره شرکت است به اسم اش، دامادتون پروژه های بسته با شرکت های دیگه. ما بیان با آقای زاکانی تهمت بزنیم که آقای زاکانی در اون قراردادها فساد داره. آقای زاکانی آفرین، آقای زاکانی شما چهار تا هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره شما رئیس هیئت مدیره چهار تا خیلیه همین اصلا شما تو سایت چی برنامه‌ریزی تو سایت تو رسیم کار هست شما دفتر رزمیان ولایت در فاطمی شش تا بده برای کارهای سیاسی جنبالی با کار هست همش هم آدرس خیلیه تو کجاست. خلاصه این که تو این وضعیت بلبشویی که توی نظام هست دیگه جایی واسه این حق بازی ها نموده و هر کلکی دو قدم بعد رو میشه.
اینجاست که باد پاسدار عباسی هم خالی میشه و به افسردگی سیاسی در بین مهرهای نظام اعتراف میکنه. الان در جامعه یأسی میبینید، یک افسردگی سیاسی. همه گروه ها و جناح سیاسی الان افسردگی دارن. جریان انقلابی افسردگی داره، چون میبینه آرمان های انقلاب اونجوری که میخواسته جلو نرفت. جریان غربگرا افسردگی سیاسی پیدا کرده، هرچی رفته به غرب نزدیک شده، مذاکره کرده، غرب نامردی کرده در حقش. و از اونجایی که این اپیدمی افسردگی ممکنه بسیجی ها رو بد جوری دپرس کنه، به ناگهان پاسدار عباسی لاین عوض میکنه و با بلغور کردن کلمات انگلیسی یه چنین خالیایی میبنده. جمهوری اسلامی از مرحله دترنس و بازدارندگی رسیده به مرحله پریمپتیو و ناتوانندگی دشمن. یعنی ما ناو نمیذاریم اسکورت کنه نفکشامونو، میفرستیم بره، میدونیم که دست بزنن یه جا دیگه جوابشونو میدیم، یعنی دشمن دیگه ناتوانه. این پاسدار عباسی یه چیزی گفت و رد شد و بسیجی ها رو با این سوال تنها گذاشت که راستی جواب ترکوندن قاسم سلیمانی و انفجار نطنز رو کجا دادید؟ همینطور که در بخش‌های خبری قبلا اطلاع ما دادیم، امروز حوالی 2 بامداد حادثه پیش اومد که در نتیجه خسارات مادی ایجاد شده. به حمدالله ما خسارات جانی نداشتیم، تلفات نداشتیم. سوله در محوطه باز هستش. خب در مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن تعداد زیادی ما سوله باز داریم. امکانات غنی‌سازی ما، فعالیت غنی‌سازی در زیر زمین انجام میشه، ولی در محوطه باز هم ما تعداد زیادی سوله داریم که این سوله ها کارهای مختلفی را انجام میدن. این از سوله هایی بود که در حال تکمیل بود و خسارت مادی البته ما وارد شده. این هارت و پورت های آخوندی دیگه حتی بسیجی ها را هم گول نمیزنه. این روزا روزای رو شدن دست آخوندا و قدرت نمایی های پوشالی شونه. یه چیزی تو مایه های این بابا که اینجوری دستش رو میکنه. It's the one place. I can let my guard down. It's where I can just kick back and be totally comfortable in my own skin. Rocket Mortgage understands that home is where I can be myself. And that feels pretty darn good. Oh. You got this. Take it. Okay, all right. Good job. مشنگستان این هفته رو با شیخ فری شروع میکنید که تنها وعده‌ای که داد و محقق شد این بود. امسال سال 94، 93 نیست، 92 نیست، 91 نیست و سال آینده 95 خواهد بود. این هم پاسخ موزیکال یک هموطن لور به شیخ فری و دروغ‌های شاخدارش. آقا حسن روحانی با کلید تلایی دیرونه گر خلاری وندمون به گلایی نقن داریم نچایی نتاک داریم نساوی روغن ناریم سیمایی افدایی مده گلایی تحریم اقتصالی رفتی به خانه ملت دروغ گفتی به امت دیگه ناری لیاقت روحانی بی عدالت تدبیر تو امیدت تدبیر تو امیدت کلیدی میده به جیبت دروغ نگو به دینت آقا حسن روحانی ای بابک زنجانی و رحیم مشایی دوزی کنن ملیاردی وندمونه به گدایی. یکی از وعده‌های شیخ فری رونق اقتصادی بود که این روزا با قیمت عجیب و غریب دلار و گرانی مرغ حسابی عملی شده. هنوز چند روزی از خبر افزایش قیمت تخم مرغ نگذشته که این بار خبر پرکشیدن قیمت مرغ بازار را متهم کرد. امروز چرا اینقدر شلوغه؟ نمیدونم، حتما مرغ گیرون شده دیگه. شلوغه حسابی نیست، هر جور دوست دارم قیمت میارم، حالا یکی میتونه بخره، ده تای دیگه نمیتونم. مرغ امروز چند؟ کیلو 20,100. اینم حال و روز مرغ و خروسا بعد از شنیدن خبر افزایش قیمتشون. موسیقی
دایناسورای عمامه دارم از ترس خشم مردم در حال ماست مالی کردن گرونی ها هستن و هر کدومشون یه روزه ای میخونن. مثلا این امام جمعه اصفهان حرفش اینه که این گرونی ها طبیعیه و مبادا اونا رو به عظما نسبت بدید. با همه این سختی ها، با همه این مرض کرونا که آمریکا رو فلج اقتصادی کرده، حالا ما میخوایم هیچی گرون نشه، از اون نشه، یا مقصر رو یک کسی و تای قسم بگیم اصلا رهبری. اینا قبلن سیاستشون معلوم بوده و مرده سیاسی هن، حالا گاهی آفتاب بهشون میخوره جون میگیرن، یه حرفایی میزنن، اینا رو باش توجه داشته باشه. جنتی لعنتی هم آب پاکی رو میریزه رو دست همه و میگه مسئول گرونی ها خداست، مدیر و مدبر این عالم خداست، گرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خداست، یکشم گرانیه به دست خداست. از اونجایی که آخونده بد جوری به پیسی خوردن، دنبال اینن که هر طور شده مردم رو بتیغن. یعنی بعد از جنگل خاری و کوه خاری و فروش ایران و دریای خزر، حالا به فکر فروش حرم افتادن. صحن حضرت زینب سلام الله علیها ما بین حرم امام حسین و خیمگاه سید الشهدا یک صحن بزرگی در حال ساخت است که ملت مؤمن ما و اهل بیت دوست ما همیشه مشارکت کردن در ساخت عتبات عالیات و این افتخاری برای ما ایرانی ها به عنوان محبان اهل بیت. یه طرحی رو این دوستان دارن اجرا میکنن و اونم اینه که هر نفر یک سهم یک متر مربع رو برای خودش بخره به میزان 4 میلیون. این 4 میلیون رو هم شما نرد نمیخواد بدید. این طور که پیداست این روزا بد جوری دخل و خرج آخونده به هم خورده. این هم یه وضعیت شماتیک از نسبت دخل و خرج رژیم. حالا تو همین وضعیت انبوهی خرج کردن تا پاسدار کودک کشی به نام قاسم سلیمانی رو با انواع و اقسام شامورتی بازی ها و قصه بافی ها یک شخصیت کودک دوست جا بزنن. کتاب من قاسم سلیمانی هستم کودکانه‌ای بزرگ است که مراحل مختلف زندگی حاج قاسم را از تولد تا شهادت، از زندگی ساده در روستا تا فرماندهی عملیات‌های بزرگ با زبانی ساده و روان حکایت می‌کند. طوری برنامه‌ریزی کردیم که یک پیام یا یک صفحه‌ای از زندگی پربار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو برای بچه‌ها به تصویر بکشیم. خب اینجا اون مسجد محل سکونت سردار هست. اینجا این بچه‌ها رو که می‌بینید در کنار چشمه در آسایش و امنیت دارن زندگی می‌کنن، مرهون تلاش و فداکاری و جانفشانی‌های سردار سپهبد شهید سلیمانی و همرزمان ایشان در منطقه جنوب شرق کشور هست. این اثر در این حال اشاره‌ای است به ارتباط حاج قاسم سلیمانی با کتاب و رفت و آمدهای ایشان به زادگاه. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یک نقاش ماهر جلب می‌کنیم که از کودکی تا پیری رو اینطوری به تصویر کشیده.